سلام، یه سلام گرم و صمیمی به همه شما دوستان عزیزی که در یک شب زیبای دیگه بیننده برنامه خودتون قاصدک هستین. امیدوارم که هفته خوبی رو آغاز کرده باشین و با وجود همه مشغله های روزانتون الان شاد و سر حال پای برنامه امشب ما نشسته باشین. روزهای سرد زمستان کم کم داره به پایان میرسه و داریم نزدیک به بهار میشیم. امیدوارم که از این روزهای آخر زمستان لذت ببرین عزیزان. موضوع امشب برنامه ما خدمت کردن و کمک کردن به دیگرانه، حتی اگر اونها رو نمیشناسیم. با ما باشید و برنامه امشب قاصدک و میهمانان عزیزی که داریم جایی نرید. آیاتی که امشب میخوام در ابتدای برنامه با شما دوستان عزیزم تقسیم بکنم و بخونم از اشعیا باب 43 هستش. کلام خدا بسیار زیبا میگه که خداوند میگوید به آنچه در قدیم رخ داد متکی نباش و با خاطرات گذشته زندگی نکن. به کارهای تازه‌ای که میکنم نگاه کن، آنها در حال وقوع هستند، تو میتوانی آنها را هم اکنون ببینی. بله، خداوند میگه به گذشته هامون نگاه نکنیم، به اون کاری که همکنون میتونیم ببینیم و خداوند داره انجام میده تمرکز بکنیم و اونها رو سعی بکنیم ببینیم. این آیه رو براتون خوندم چرا؟ چون نزدیک به عید هست. میدونم که خیلی از ماها داریم به آغاز دوباره، شروع دوباره فکر میکنیم، آماده میشیم برای این روزهای بهاری، روزهای زیبا، روزهای تازه شدن هستن. و این یک یادآوری بود از اینکه در گذشتمون زندگی نکنیم و بیایم به جلو، به آیندهمون نگاه بکنیم. چرا موضوع برنامه امشب در خصوص با خدمت کردن و کمک کردن به دیگرانه؟ در طی این سالها، هفته هایی که برنامه قاصدک با شما دوستان عزیز بوده، بارها در مورد این صحبت کردیم که چقدر مهمه به دیگران کمک بکنیم، دلسوز باشیم، خدمت بکنیم به دیگران و چقدر مهمه که به خاطر داشته باشیم که خداوند ما خدایی بود که به ما میخواست یاد بده که خادم دیگران باشیم، نه اینکه وایسیم تا اینکه دیگران به ما خدمت بکنن. در طی این هفته ها و این روزها دوستان عزیزی هستن که زحمات بسیاری میکشن برای اینکه بتونن کمک بکنن به کشورهای دیگه، به افراد دیگه در سختی هستن. و یک کار قشنگی که این گروه انجام داده بودن واقعا من رو تحت تاثیر قرار داد و خیلی به این فکر کردم که ما کمتر فکر میکنیم به اون افرادی کمک بکنیم که نمیشناسیمشون یا اینکه هیچ وقت اونها رو نمیبینیم. پس چطوره که یک بار دیگه به این موضوع فکر بکنیم، یاد خودمون بیاریم، خصوصا در روزهای خوشی که هستیم، که چقدر مهمه به اونهایی که در روزهای سختی هستن، کمک بکنیم. اونهایی که در سختی زندگی میکنن، به سختی زندگیشون رو میگذرونن و در جاهای زندگی میکنن که شاید مایل ها و یا کیلومترها از ما دوره و شاید ما هیچ وقت به منطقه‌ای که اونها درش زندگی میکنن سفر نکنیم، اما چقدر مهمه که به همه فکر بکنیم، به کمک به اونها فکر بکنیم. و نه فقط اینکه فکر بکنیم، بلکه این افکارمون رو بیایم تبدیل به عمل بکنیم و به اونها جامعه عمل بپوشونیم تا اینکه بتونیم یه کاری هم از پیش ببریم برای کمک به این افراد. آخرین باری که به یک نفر کمک کردید که در وضعیتی بود که شدیداً نیاز به توجه و کمک شما داشت، آخرین باری که به اون شخص کمک کردید و یا به هر کسی کمک کردید کی بود؟ چه احساسی بهتون دست داد وقتی که به این نفر کمک کردید؟ آیا خدمت میکنیم به دیگران، کمک میکنیم به دیگران چون در ازاش چیزی میخواییم از اونا؟ یا اینکه نه، دفعه آخری که خدمت کردید، کمک کردید به دیگران، هیچ چیزی در ازاش واقعا نمیخواستید، هیچ توقعی نداشتید از اینکه داشتید برای یه نفر یه کاری رو انجام میدادید. متاسفانه توی این روزها وقتی میخوایم کاری انجام بدیم برای دیگران یا هر کاری برای گروهی از افرادم حتی انجام بدیم، یا انتظار داریم که به و چه جه بکنن، ما رو تحسین بکنن ساعتها، یا انتظار داریم که بالاخره یه جوری به ما پولی چیزی بدن، یا انتظار داریم که حداقل یه کاری در ازاش برای ما انجام بدن، توقع داریم که یه کاری برامون انجام بدن، بالاخره یه نفعی بهمون برسه از این کاری که داریم انجام میدیم، همین جوری نباشه این کاری که انجام میدیم. در حقیقت
خیلی وقتا اگر توجه بکنید محبت‌های ما به دیگران بی‌منت نیست. یا ازشون کلی حرف میزنیم چون محبت کردیم، هی همه جا بازگو میکنیم من برای فلانی این کارو کردم و من این کارو کردم برای این گروه از افراد را، یا اینکه هیچی هم نمیگیم ولی به خود طرف یه جوری نشون میدیم که ببین من حالا این کارو برات کردم به خاطر اینکه توقع دارم در ازاش تو یه کاری برای من بکنیم. بعضی از ما اینطوری هستیم. بعضی از اوقاتم اصلا فکر میکنیم که بقیه به دنیا اومدن که به ما خدمت بکنن، ما نباید هیچ وقت به دیگران کمک بکنیم و خدمت بکنیم. خودمونو میگیریم در بالا بالا میشینیم، اصلا مشکلات هیچ کس رو نمیبینیم الا بلا خودمون. فقط مشکلات خودمون رو میبینیم، فقط نیازهای شخصی خودمون رو میبینیم و فقط منفعتهای شخصی خودمون رو تلاش میکنیم که ازشون دفاع بکنیم و در نظرمون بزرگ و مهمیم. یه جورایی میشه گفت بعضی اوقات خیلی خودمحوریم، همش میگیم من بهترین غذا رو بخورم، من بهترین نوشیدنی ها رو بخورم، من توی خونه بهترین زندگی بکنم، من بهترین ماشین رو سوار باشم، من بهترین لباس رو داشته باشم، من از همه بهتر و برتر باشم. غافل از اینکه خواهر و برادری داریم در گوشه ای از دنیا که نیاز به کمک من و شما دارن. امشب میخوایم به این فکر بکنیم که خدای ما، خدایی که تمام جلال و شکوه و تمام اون چیزایی رو که داشت گذاشت در آسمان و اومد روی زمین مثل ما شد، یادمون بیاد که اون به ما یاد داد خدمت بکنیم نه خدمت بشیم. اومد خادم باشه، اون اومد واقعا به من و شما خدمت بکنه. امشب میخوایم یک مقدار یاد خودمون بیاریم چقدر مهمه در زندگی هامون ما به دیگران خدمت بکنیم، نه اینکه منتظر باشیم اونها به ما خدمت بکنن، و بیشتر از اون چقدر مهمه که ما اون اشخاصی رو که دارن سعی میکنن خدمت بکنن تشویق بکنیم و نه دل سرد. همه ما میتونیم از یک جایی شروع بکنیم. باشه که امشب برنامه ما شروعی باشه برای بعضی از شما دوستان عزیز که شاید شروع نکردین خدمت رو، به اینکه به این فکر بکنین در چه روشی، در چه راهی، در چه منطقه‌ای و در چه زمینه‌ای میتونید به دیگران خدمت بکنید و بهشون کمک بکنید، و باشه که برنامه امشب فرصتی باشه که شما به این موضوع فکر بکنید و از خداوند بخواید که بهتون نشون بده در چه زمینه‌ای خدمت بکنیم به اون و خلق اون. در برنامه امشب میهمان عزیز رو خواهیم داشت، میهمان جوانی رو خواهیم داشت که قدم بزرگی با تیمی برداشته برای اینکه به عده بسیاری کمک بکنه، و امیدوارم که در برنامه امشب تا انتهای برنامه با ما باشید و به صحبت ما، به مصاحبه کوتاه ما با این دوست عزیز توجه بکنید. میریم با هم دیگه اولین موزیک ویدیو امشب رو میبینیم با صدای قشنگ خواهری که سرودهای بسیار زیبایی رو خونده، میدونم که طرفدار زیاد داره. برمیگردیم همچنان با شما دوستان عزیز خواهیم بود، پس جایی نرید.
هستی مرا، کن قلب من مملوک ز خود تا گردمی من از خطا. بله دوستان عزیز، همچنان با شما هستیم، امیدوارم که از این موسیقی قشنگ لذت برده باشین. با شما هستیم و میهمان امشب برنامه قاصدک برادر عزیزم متیو که از طریق اسکایپ میهمان امشب ما هستن. سلام میکنیم به متیو عزیز، خوب هستین؟ بله مرسی، سلام به همه شما که دارین نگاه میکنین. من اسمم متیو خاشپوره، 14 سالمه و تو کلاس 8 آفرین. کجا زندگی میکنی متیو؟ من تو سیاتل تو ایالت واشنگتن. پس الان خیلی صبح زوده که از خواب بیدار شدی. آره من 9 صبح 8 بیدار شدم، الانم هنوز صبح. آخه روز صبح شنبه هست، روز تعطیلم هست و مجبور شدی که بیدار بشی. ولی چقدر خوشحال هستیم که دعوت ما رو پذیرفتی، اومدی توی برنامه قاصدک. مرسی از این که این فرصت رو به ما دادی متیو. سوالی که دارم ازت متیو، چون عزیزان خب شاید بار اول هم هستش خیلی تو رو میبینن، در مورد خودت بگی که کی به عیسی مسیح ایمان آوردی و چطور شد که عیسی مسیح رو شناختی؟ من تو یه فامیل مسیحی به دنیا اومدم، ولی از وقتی که رفتم گروه جوانانمون تو کلیسامون، خیلی رابطم با خدا قوی تر شده و هر هفته هم داره قوی تر میشه. خدا رو شکر. پس توی خانواده مسیحی به دنیا آمدی، ولی خودت وقتی که رفتی توی گروه جوانان و نوجوانان بیشتر به خدا نزدیک شدی، درسته؟ بله. سوال دیگه من اینه که خب شروع کردی توی یک ارگنایزیشن داری خدمت میکنی و در حقیقت داری سعی میکنی که توی این سازمان به اشخاصی کمک بکنی که به کمک زیادی نیاز دارن. میتونی یه مقدار در مورد خدمت توی این سازمان ها صحبت بکنی؟ آره من دارم با یک گروه اسمش Blood Water Missions. بله. اونا کارشون اینه که برای آدم ها تو آفریقا که هر سال دارن 40 بیلیون ساعت دارن را میرن که آب بگیرن، اونو دارن کارشون اینه که برای آدم ها آب بیارن تو اونجایی که زندگی میکنن، یه جور سیستم آب داشته باشن که نخواد هر ساعت هی را برن و هم فقط یه ذره آب بیارن. درسته. بعد چرا این سازمان رو انتخاب کردی؟ چرا برای تو به شخص مهمه اینکه افراد کمتر راه برن تا اینکه آب آشامیدنی بیارن؟ خودتو جای اونا گذاشتی؟ دلت سوخته یا اینکه چجوریه؟ خب
یه ذره فکر کردم دیدم من همونطوری دو قدم بزنم میتونم برم یخچال آب بگیرم، یا همه جا دور برمون نوشیدنی هست آب، درسته. ولی اونا باید هر روز چند ساعت راه برن فقط یه ذره آب، آبش هم که تمیز نیست. یه ذره احساس بدی کردم که ما اینجا چقدر زندگیمون از اونجا خیلی بهتره. گفتم یه درسته. ذره کمک کنیم که اونا هم زندگیشون بهتر بشه. آفرین، مرسی. واقعا کاری که داری انجام میدی باعث میشه که خیلی های دیگه که نگاه میکنن کاری که دارین شما انجام میدین رو و بفهمن از اینکه چه اتفاقی داره میفته توی آفریقا، اونا هم بخوان شروع بکنن و کمک بکنن. پس داری کار خیلی بزرگی میکنی، نه فقط برای اونایی که توی آفریقا هستن نیاز به آب دارن، بلکه برای اونایی که تو رو میبینن، کاری که تو میکنی انجام میدی با این گروه میبینن و بنا میشن و اونا هم دلشون میخواد که انتخاب بکنن که خدمت بکنن و کمکی کرده باشن. متیو اگر موافق باشی با هم میریم این کلیپی رو که تو و دوستانت آماده کردی برای ما رو ببینیم که در مورد خدمتتون در این سازمانه و کار بزرگی که دارین میکنید در شهرها و کشورهای آفریقا. باش، مرسی. بله عزیزان، با هم دیگه میریم این کلیپ بسیار زیبا رو میبینیم، برمیگردیم همچنان با دوست عزیزمون متیو خواهیم بود. با ما باشید. Hi, my name is Bertie Manigy, and I'm an intern here at The Rock. Hi, my name is Chris, and I'm a student at The Rock. Hi, my name is Matthew Koshport, and I'm a student at The Rock. My name is Ethan, and I'm a student at The Rock. Bloodwater Missions is an organization made to shorten the walk of Africans to get clean water every day. Welcome to the fracture. Here in the land of broken things. What I drink on a daily basis is water, sometimes soda, and milk. Our milk, water, and juice. On a daily basis, I usually drink water, coffee in the morning, tea sometimes, juice, milk, and some soda. The drinks I usually have on a daily basis is water, milk in the morning, I have juice when I get home, and Cascade Ice. We're here in Rwanda, and I'm here with my friend Grace and Rose. And to help y'all kind of understand why we do Save a Drink, Save a Life, why you take part in giving up a drink for 40 days, it's because of girls like Rose and Grace. And today they're gonna take me on a water walk. So I'm gonna get to walk down a very steep hill with them, and you'll kind of get to see what this is all about and why we do this. All right, we're off. Break out and dance and have a dance party. Okay, so we've made it to the front of the line. And Rose is gonna get some water first. And I just realized that I'm about to get pretty wet. So it's almost our turn. This is one of the communities that we are trying to provide a clean water source. And so the community will have a water committee. They will work together to figure out how they're gonna maintenance their water source. And obviously it'll be a much shorter walk. Looks like my jerry can is almost full, so I think we're gonna start walking back. Thank you.
for Lent this year, I'm gonna try and give up coffee, tea, milk, and juice, and soda, and only drink water. And for the money that I would have otherwise used to buy those things, I would donate it to Blood Water Mission to help shorten the walk for people in Africa to get clean water. For Lent this year, I'm giving up every beverage besides water and using the money that I would normally use to buy those beverages and giving it to Blood Water Mission. History lessons in the fires of childhood kings. When we run out of ammunition, when we exhaust. This year for Lent, I'm going to be giving up every beverage that I normally have other than water, and I'm going to use that money that I usually use for the other beverages to give to Blood Water Mission. For Lent this year, I'm giving up all the drinks I would usually have other than water, and with that money I save by not getting these, I'm going to donate this to Blood Water Missions to help shorten the walk. We are unemotional, and the So for every dollar that we would raise, we can save one person for one whole year. We can provide that one person with clean water for the rest of the year, and I think that's pretty amazing. Also, for $3,000 that we could fundraise, we can use that money to build a well for a village so that they don't have to walk miles and miles to get that clean water. Thank you for watching. If you'd like to help support us by donating, you could go to savedrink.org. Click on Join a Team and find the team named The Rock at UPC. Hopefully with your help, we'll be able to shorten the walk for people all over Africa to get water. You can help us financially, or you can help us through your prayers. Please help us in the fight for clean water. Together, let's shorten the walk. Thank you. بله، امیدوارم که از این کلیپ بسیار زیبا لذت برده باشین. همچنان با میهمان عزیزمون متیو هستیم. متیو، دوست داری یه مقدار برای بیننده های ما توضیح بدی که اگر بخوان کمک بکنن و به سازمان شما بخوان یا دعا بکنن برای کاری که دارین انجام میدین، یا اینکه حتی بیشتر بدونن در موردش، یا اینکه حتی بخوان کمک مالی بکنن، چطور میتونن با شما در تماس باشن؟ کجا باید برن؟ بله، الو، بله، من فکر میکنم که چون که از طریق اسکایپ هست، بله، همچنان با ماست متیو. متیو، میشنوی صدای منو؟ بله میشنوم. خب داشتی میگفتی چطوری میتونن کمک بکنن؟ آره، برای پول هدیه دادن میتونن برن روی سایتشون هستش saveadrink.org. میرن اونجا، یه جایی هست برای دونیشن کردن. آره، یا اینکه فقط دعا کنن برای اینم، اونم خیلی کمکه. بسیار عالی. متیو، خودت شروع کردی به اینکه کمک بکنی، گفتی که اون نوشیدنی هایی رو که روزانه میخوری رو میخوای خیلی هاشونو دیگه از خوردنشون صرف نظر بکنی و به جاش اون کمک رو بکنی به این چاهای آبی که میخواین در آفریقا برای این کشورها، برای این شهرها، روستاهای کوچولو درست بکنین. شروع کردی این رو؟ بله، ما از اولش دیگه شروع کردیم هیچی، فقط آب خوردن. حالا با اون پولی که باره اون یکی نوشیدنی ها میدادیم، اون پول رو میدیم به Blood Water Missions که اون آدم ها رو تو آفریقا کمک کنیم. بعد فکر کنم تو اگر که این کار رو همیشه انجام بدی خیلی پول دار بشی، چون مثل اینکه نوشابه اونجا چیزا زیاد میخوریم، نه؟ آره، خصوصا ما بچه‌ها مثلا وقتی میریم، مثلا من خیلی بچه نیستم ولی کلا وقتی که میریم مثلا میخوایم یه چیزی بخریم، اینجا آب رو انتخاب نمی‌کنیم، یا نوشابه می‌خریم یا آب میوه می‌خریم یا قهوه یا هزار تا نوشیدنی دیگه. آره، اینجوری برای سلامتیمون هم خیلی بهتره. کار خیلی خوبی می‌کنی که فقط آب می‌خوری متیو. کاش همه ما میتونستیم این کارو بکنیم.
متیو، به نظر تو چه چیزای دیگه‌ای هستن که نیاز داره ما بهش فکر بکنیم و نیاز داره که به کمک به اون افراد فکر بکنیم که مثلا شما الان در موردش صحبت نکردی ولی فکر می‌کنی که مهم هستن، چیزای دیگه‌ای که مهمن؟ بله متأسفانه فکر کنم که ما قطع شد تماسمون با مهمانمون، ولی ایرادی نداره، همچنان سعی می‌کنیم که متیو رو برگردونیم روی اسکایپ و دوباره با برادر عزیزمون تماس بگیم. سوال بعدی من شاید این مقدار سختم باشه، در حقیقت چیزی که میخوام از متیو بپرسم که ازش میپرسم برمیگرده به اینکه آیا مشکلات دیگه هم هست در جوامع دیگه که شاید بخوایم بهشون کمک بکنیم و مهم باشن، مثلا مثل آب، حالا ولی مثلا چیز دیگه، نداشتن خونه، نداشتن غذا و چیزهای دیگه. بله فکر میکنم که بله برگشتیم با متیو، اگر که متیو صدای منو میشنوه. متیو صدای منو میشنوی؟ بله اومد. خب خدا رو شکر. متیو سوال بعدی من اینه که چه چیزای دیگه هست به نظرت که باید کمک بکنیم به دیگران، اما مثلا بغیر از آب، مثلا نداشتن خونه و یا نداشتن غذا که فکر میکنی مهم هستن و خودت به شخصه دوست داری که مردم به اونام توجه بکنن، کمک بکنن؟ چند جور برنامه هست که تو کلیسامون میکنیم، یکیشون اسمش 30 hour famine. بله. اونم باره گشنگی آفریقاه. ما باره 30 ساعت هیچی غذا نخوردیم و که یه جوری احساس کنیم اونجا چی احساس میکنن. و پول جمع کردیم، بعدش به World Visions پول دادیم باره اون. بعدش هم چیزا کوچولو هم هست، مثلا فقط به آدمایی که خونه ندارن، ما تو سیاتل زیاد داریم که داری رانندگی میکنی میبینی یه آدم یه ساین گرفته برای یه پول میپرسه یا یه غذایی، اونجور کار کمک کردن هم خیلی مهمه، تو فقط جاه و خودت. خیلی عالیه. متیو چرا فکر میکنی کمک کردن به دیگران اصلا مهمه؟ خب تو جوون هستی و هزار تا کار میتونی بکنی با پولایی که داری یا پدر مادرت بهت وقتی که پول میدن یا هر چیزی که داری میتونی خیلی کارهای دیگه انجام بدی، مجبور نیستی که به دیگران کمک بکنی. چرا انتخاب میکنی که به دیگران کمک بکنی و چرا به نظرت مهمه؟ نظر من از مثلا سال من مهمه که الان شروع کنین که عادت خوبه باشه، بعدن وقتی که گنده ترم و ایزره دیگه اینی که همیشه عادتم باشه به آدم کمک کنم. و خدا میگه که وقتی که آدم ها دیگه رو کمک میکنین دارین منم کمک میکنین، پس اونم برای من مهمه. آفرین، خدا رو شکر به خاطر این خدمت بزرگی که انجام میدی. پیامی داری برای جوونا و نوجوونایی که برنامه قاصدک رو امشب میبینن؟ اگر بخوای بهشون یه پیام بدی، بخوای بهشون یه چیزی بگی، چی میخوای بهشون بگی؟ اینه که نمیخواد یه چیز گنده باشه کمک کنین، نباید تو مشکلات گنده تو آفریقا یا اونجا چیزا کمک کنین، همینطوری نزدیک ها خونه خودتون هم هست، مثلا یه آدم فقط میخواد با یه نفر حرف بزنه. درسته. یا تو مدرسه دارین غذا میخورین با یه نفری که مثلا دوست هیچکی نداره که باهاشون حرف بزنه، بین با اون یه ذره وقت بذارین. باره ما چیز خیلی راحته، ولی باره اون معنیه، باره اون نازیه معنیه ارزش زیادی داره. درسته. مرسی از این که با ما بودی متیو، مرسی از این که وقتت رو دادی و مرسی از این کار بزرگی که انجام میدی. عزیزان بیننده، امیدوارم که اگر فرصت داشتین حتما به safedrink.org برید و این درینکتون رو سیف بکنین و پولش رو به جاش بدین به کمک به روستاهایی که نیاز به آب آشامیدنی سالم دارن. همونطور که متیو گفت هزاران هزار نیاز دیگه هست که مردم دارن و ما خیلی وقت بهشون اهمیت نمیدیم. باشه که فرصتی باشه این روزهایی که خداوند به ما میده تا اینکه نه فقط به خودمون فکر بکنیم بلکه به دیگران و نیازهاشون. متیو مرسی از اینکه امشب با ما بودی، مرسی از اینکه باعث برکت من و همکارم در پشت صحنه قاصدک شدی و مرسی از کار بزرگی که انجام میدی. خدا بهت برکت بده. مرسی. امیدوارم بازم برنامه قاصدک بیای. بله. روز خوبی داشته باشی و خدا نگهدار. خداحافظ. بله.
امیدوارم که شما دوستان عزیز تا به این ساعت برنامه ما از برنامه ما لذت برده باشین. من همچنان میخوام بیشتر صحبت بکنم، نه تنها در مورد کلیپی که دیدیم، بلکه در مورد موضوع امشب برنامه. اما با هم میریم یک موزیک ویدیو بسیار زیبا میبینیم، صدای قشنگ خواهرمون دریا، برمیگردیم و همچنان با شما دوستان خوب و عزیزم هستیم، با ما باشید. بله، امیدوارم که از این موزیک ویدیو بسیار زیبا با صدای قشنگ خواهر عزیزمون دریا ازش لذت برده باشین. صحبت‌های قشنگی رو کرد متیو و با این سن کمی که داشت با دوستان دیگه‌ای که با هم در این سازمان زحمت می‌کشن و وقتشون رو می‌ذارن، باعث شد که من به این فکر بکنم که چقدر در طول هفته، در طول روز و در حتی طول سال ما هزاران هزار تبلیغ می‌بینیم، پست می‌بینیم روی فیسبوک، جاهای دیگه که به ما میگه کمک کنید، کمک کنید، نیاز به کمک دارن همه، و ما خیلی راحت کلیک می‌کنیم، میریم صفحه بعدی، میریم صفحه بعدی و اصلا اهمیت نمیدیم. من حتی میدونم برای بعضی از افراد ناراحت کننده است که مشکلات دیگران رو میشنوند یا اینکه میبینن عکساشو و بعد چون توی روحیشون تاثیر منفی میذاره، ناراحتشون میکنه، اصلا ترجیح میدن نبینن یه همچین چیزایی رو. بنابراین اصلا وقتی هم که میبینن کسی نیاز به کمک داره یا اینکه جامعه ای هستش که مشکلات بزرگی درش هست و یا از گرسنگی دارن تلف میشن یا آب آشامیدنی ندارن یا اینکه جنگ توی چادر هستن، وقتی که این ناراحتی رو میبینن که داره نشون میده، اصلا تلاش میکنن که نبینن عکس‌ها رو، به خاطر اینکه احساس میکنن که روحیه‌شون رو خراب میکنه و یه جورایی ناراحتشون میکنه. و واقعیت اینه که ما با اینکه همه این تبلیغات رو میبینیم، خیلی وقتا مشکلات خودمون همیشه به نظرمون بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میاد
و بیشتر به خودمون فکر میکنیم تا به اطرافیانمون. متیو گفتش که کمک ما نباید حتما به یک کشوری توی آفریقا باشه، یا اینکه حالا راه دور بریم پاشیم بریم به یه مملکتی کمک بکنیم که اصلا شاید نتونیم هیچ وقت خودمون بریم و خیلی هم ازمون دور باشه و شاید کمک کوچیک ما تاثیر زیادی هم نذاره. به جاش بیایم به اطرافمون نگاه بکنیم، به همسایه هامون، به مدرسه‌مون، به دوستانی که دور و اطرافمون هستن، به حتی افرادی که جزء خانواده ما هستن، خانواده دور ما هستن، دوستانی که میشناسیمشون. بیایم از همین افرادی که نزدیک ما هستن شروع بکنیم و خدمت بکنیم، بهشون کمک بکنیم، بهشون و بگردیم ببینیم نیازهاشون در کجاست، تا اینکه بتونیم بریم و بهشون کمک بکنیم، آماده باشیم که بهشون کمک بکنیم. البته اینجوری هم نیستش که حالا مثلا همه دنیا مشکل داره ما بیایم همه چیزمون رو بفروشیم، همه وقتمون رو بذاریم مشکلات مردم رو حل کنیم، نه، ولی فقط هم به خودمون فکر نکنیم و در حدی که میتونیم، اون حدی که در وسعمونه، در توانمونه و بضاعتمون اجازه میده، بیایم و به دیگران کمک بکنیم و خسیس نباشیم نسبت به زمانمون، نسبت به مالمون، نسبت به استعدادمون. متیو گفتش که حاضر در تمام این روزها آب فقط بخوره و اگر نوشابه یا هر نوشیدنی دیگه رو قبلا میخورد پولش رو بذاره کمک بکنه به یکی از بزرگترین نیازهای مردم این جهان، آب آشامیدنی تمیز در شهرها و روستاهای دورافتاده آفریقای. مشکلاتی که شاید ما اصلا هیچ وقت بهش فکر نکنیم، برامون اگرم بهمون بگن خب میگیم که خب چه ایرادی داره، حالا این همه راه میرن عوضش دیگه بدنشون چربی اضافه نداره، ولی واقعا واقعیت اینه که ما خودمون اگه بخوایم این همه راه بریم چه احساسی بهمون دست میده؟ آیا دوست داریم که این مشکل برای خودمون وجود داشته باشه؟ پس بیایم یه کاری بکنیم که بقیه هم نوعانمون هم بتونن در همون رفاه و آرامشی که ما زندگی میکنیم زندگی بکنن. قبل از اینکه برنامه امشب شروع بشه، من و همکارانم در پشت برنامه قاصدک داشتیم صحبت میکردیم و صحبت از این شد که ما در زمانی عصری زندگی میکنیم که خیلی ها هستن که نیاز به کمک ما دارن و خیلی وقتا ما گزارش هایی رو میبینیم، عکس هایی رو میبینیم و پیش خودمون میگیم که بابا اینا همش فیلمه و کمک نمی کنیم خیلی وقتا، یا اینکه بعضی اوقات میگیم که خب ما کمک نکنیم یکی دیگه کمک میکنه. و در مورد این صحبت کردیم که بعضی از شاید گزارش ها یه جوری غلو کردن و مشکل رو خیلی بزرگتر از اونچه که هست نشون دادن. اما آیا این باید واقعا مهم باشه؟ باید اشکمون در بیاد، دلمون واقعا کباب بشه برای کسی تا اینکه بهش کمک بکنیم، یا اینکه نه، باید آماده باشیم تا اینکه به اون افرادی که نیاز به کمک ما دارن کمک بکنیم؟ خیلی مهمه. بیایم از خودمون بپرسیم در طول سال گذشته، امسال، در طول این هفته، حتی امروز، آیا کاری برای دیگران انجام دادیم؟ آیا یک لحظه از وقتمون رو حاضر شدیم به دیگران بدیم؟ نزدیک روزهای عید نوروز هستیم، نزدیک آخر سالیم و میخواییم سال جدید رو شروع بکنیم. ایام عید برای خیلی ها پر از افسردگیه، خرج خیلی بالایی داره و خیلی وقتا نمیتونن افراد خرج بکنن، مشکلات مالی دارن توی خانوادهشون و واقعیت اینه که نمیتونن اصلا اونطور که باید خرید عید بکنن و خیلی وقتا مردم به خودشون فشار میارن توی این ایام. آیا به این فکر کردیم که این عید، این روزهای نوروز به کسی کمک بکنیم، باعث برکت برای دیگران باشیم، به دیگران برکت بدیم؟ آیا به این موضوع فکر کردیم؟ برای شما دوستانی که کلیپ رو تماشا میکردید و در زیرنویس ترجمه فارسی این کلیپ خوندید که در روزهای عنابت این عزیزان قول دادن که فقط آب بخورن و خیلی از نوشیدنی های دیگر رو پولش رو وقف این کمک به آفریقا بکنن، روزهای عنابت یا همون ایام عنابت در حقیقت هفته های قبل از عید قیام عیسی مسیح، در حقیقت میشه گفت تقریبا 40 روز قبل از عید قیام که ما در این روزها، در این هفته ها معمولا روزه میگیریم. حالا روزه فقط این نیستش که غذا نخوریم یا اینکه فقط آب بخوریم و غذا مثلا یه غذاهای خاص مثلا گوشت نخوریم یا مثلا فقط سبزیجات بخوریم، فقط این نیست، روزه میتونه هر چیز دیگه هم باشه. بعضی ها روزه میگیرن که برای مثلا فرض بکنید یک ماه تمام و یا بیشتر برای کل ایام عنابت، اصلا از فیسبوک و یا از
سوشال میدیا یا رسانه های اجتماعی اینترنتی استفاده نکنن و بیان اون وقتی رو که معمولا برای صرف روی فیسبوک میذاشتن بیان کارهای دیگه انجام بدن. بعضی ها شاید تصمیم بگیرن که در این روزها وقتشون رو وقت اضافهشون رو بدن به سازمان هایی و به صورت داوطلب برای سازمان هایی که در اجتماعی که توش زندگی میکنن کمک میکنن برن اونجا وقتشون رو بدن برای کار کردن در این سازمان ها و کمکی باشن در این ایام. خیلی از من دیدم کسایی که حتی روزه سکوت میگیرن و در این ایام صحبت نمی کنن خیلی زیاد، سعی میکنن که بیشتر وقتشون رو به فکر کردن، با خدا بودن و گوش کردن بگذرونن یا خوندن کتاب مقدس و هر کس سعی میکنه که کاری رو انجام بده در این روزها. شما در این ایام چه کاری رو انجام میدید؟ آیا انتخاب کردین تا اینکه توی این روزهای قبل از عید قیام به سازمانی کمک بکنید یا اینکه خودتون کاری رو انجام بدید برای کسی، یا آیا اصلا تصمیم گرفتین که روزه بگیرین یا اینکه نه؟ البته شاید نمیدونستید در این مورد، دیر نیست، شما از همین الان هم میتونید شروع بکنید. من امشب میخوام به این فکر بکنید که در روزهای خوش و راحتی که دارین، حداقل اگر شده بیایم 10% از وقتمون، 5% از وقتمون، اگرم که خیلی دست و دل بازیم بیشتر از وقتمون رو بدیم به کمک کردن به دیگران. کمک کردن ما نباید فقط این باشه که بگیم آخه براش دعا میکنم، نه، بلکه بیایم واقعا یه کاری انجام بدیم، واقعا بیایم یه قدمی برداریم. حالا من نمیگم حتما دست بکنیم توی جیبمون پول به طرف بدیم یا اینکه به یه سازمان فقط پول بدیم، حتی اگر نمیتونیم کمک مالی بکنیم از وقت خودمون مایه بذاریم، بگیم من اینقدر ساعت میخوام امسال کمک بکنم، یا اینکه میخوام اینقدر ساعت وقت بذارم تا اینکه دعا بکنم و کمک بکنم. و بریم صحبت بکنیم با سازمان ها، با افرادی که نیاز به داوطلب دارن، نیروی داوطلب دارن، بیایم از استعدادها، عطایا و این فرصتی که خداوند بهمون داده استفاده بکنیم برای خدمت به دیگران و دونستن و دلسوزی و کمک کردن به نیازهای، برطرف کردن نیازهای دیگران. چرا اینقدر ما امشب گیر دادیم به اینکه مهمه که خدمت بکنیم؟ به خاطر اینکه فراموش نکنیم عیسی خداوند اومد تا اینکه به ما خدمت رو یاد بده، اومد و با کارهایی که خودش انجام داد خواست که ما بفهمیم چطور رفتار بکنیم، یاد بگیریم، ازش الگو برداریم. اومد برای ما نمونه ای شد و برای همه ما، خصوصا ایرانی ها که فکر میکنیم اگر زیادی به این نفر محبت بکنیم یا اینکه اگر خیلی به این نفر خدمت بکنیم بهمون میگن ساده است، طرف آدم ساده لوحیه، یا اینکه نمیفهمه، خیلی ساده است، میخواد دیگران دوستش داشته باشن، به خاطر همین بهشون محبت میکنه. بیاین این رو بشکنیم، این حرفا رو فراموش بکنیم، بیایم این اصل رو عوض بکنیم که غلط جا افتاده. وقتی به دیگران محبت میکنیم یا اینکه به دیگران خدمت میکنیم، بذاریم بفهمن که این به این معنا نیستش که ما آدمای ساده لوحی هستیم یا آدمایی هستیم که دوست داریم برای این نفر کاری انجام بدیم که اونا ما رو دوست داشته باشن، بلکه ما واقعا محض رضای خدا داریم محبت میکنیم. در حقیقت این آیاتی که میخوام براتون بخونم از یوحنا هست و امیدوارم که اگر کتاب مقدس دارین حتما این آیات رو با من بخونید. کل این آیات خیلی طولانیه ولی من تا هر جایی که فرصت بشه حتما در برنامه امشب میخونم. پس به انجیل یوحنا میریم با هم، باب 13 هم که کلام خدا میگه: یک روز قبل از عید فصح بود، عیسی فهمید که ساعتش فرا رسیده است و میبایست این جهان را ترک کند و پیش پدر برود. او که همیشه متعلقان خود را در این جهان محبت می نمود، آنها را تا به آخر محبت کرد. وقت شام خوردن بود و شیطان قبلاً دل یهودای اسکاریوتی را برانگیخته بود که عیسی را تسلیم نماید. عیسی که می دانست پدر همه چیز را به دست او سپرده و از جانب خدا آمده است و به سوی او می رود، از سر سفره برخاسته، لباس خود را کنار گذاشت و حوله‌ای گرفته به کمر بست. بعد از آن در لنگی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها، ببخشید لگنی آب ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خشک کردن آنها با حوله‌ای که به کمر بسته بود. عذر میخوام اگر که من اشتباه کردم. وقتی نوبت به شمعون پتروس رسید، او به عیسی گفت: ای خداوند، آیا تو میخواهی پاهای مرا بشویی؟ عیسی در جواب گفت: تو اکنون نمیفهمی من چه میکنم، ولی بعداً خواهی فهمید.
پتروس گفت: هرگز نمیگذارم پاهای مرا بشویی. عیسی به او گفت: اگر تو را نشویم تو در من سهمی نخواهی داشت. شمعون پتروس گفت: پس ای خداوند، نه تنها پاهای مرا بلکه دست‌ها و سرم را نیز بشوی. عیسی گفت: کسی که غسل کرده است احتیاجی به شستشو ندارد به جز شستن پاهایش. او از سر تا پا تمیز است و شما پاک هستید، ولی نه همه. چون او میدانست چه کسی او را تسلیم خواهد نمود، به همین دلیل گفت: همه شما پاک نیستید. بعد از آن که پاهای آنان را شست و لباس خود را پوشیده و دوباره سر سفره نشست، از آنها پرسید: آیا فهمیدید برای شما چه کردم؟ شما مرا استاد و خداوند خطاب می کنید و درست هم می گویید، زیرا که چنین هستم. پس اگر من که استاد و خداوند شما هستم پاهای شما را شستم، شما هم باید پاهای یکدیگر را بشویید. به شما نمونه ای دادم تا همانطور که من با شما رفتار کردم شما هم رفتار کنید. یقین بدانید که هیچ غلامی از ارباب خود و هیچ قاصدی از فرستنده خیش بزرگتر نیست. هرگاه این را فهمیدید خوشا به حال شما اگر به آن عمل نمایید. آمین. بسیار زیبا بود این آیات، چون عیسی خداوند کاری رو انجام میده که شاید شاگرداش نه فقط غافلگیر شده بودن، خجالت هم میکشیدن که استادشون میخواد پاهای اونها رو بشوره. البته البته من فکر کنم اون قسمت که پتروس میگه خب حالا که میخوای پاهام بشوری سر دستم هم بشور، و بعد عیسی مسیح جوابی در مورد قصد بهش میبنید که همه شما پاکی نیستید، من فکر میکنم این خب یه معنای وسیع تری هم داره. اما چیزی که میخوام امشب بیشتر بهش فکر بکنیم اینه که خداوند ما خودش رو کوچیک کرد و پای شاگردانش رو شست. اگه خدا این کار رو کرد، من و شما که دیگه خیلی خیلی کوچیکتر از این حرفاییم. و واقعیت اینه که ما برتر از هیچ کس دیگه نیستیم و ما هم بعد از این خدا که خودش رو اینقدر پایین آورد به خاطر ما و به ما خدمت کرد، به دیگران خدمت بکنیم. میریم با هم یک موزیک ویدیو زیبایی دیگه میبینیم، برمیگردیم با شما هستیم. اما شما دوستان عزیز که همچنان پای برنامه ما نشستید، درسته که امشب سوالی نپرسیدیم، اما اگر درخواست دعایی دارید میتونید درخواست‌های دعاتون رو برای ما از طریق پیامک بفرستید. من پیامک‌های شما رو همینجا دریافت میکنم، یا اینکه میتونید سری به فیسبوک برنامه ما قاصدک بزنید و ما رو به لیست دوستانتون اضافه بکنید و نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق فیسبوک برای ما ارسال بکنید. اگر که دوست دارید برای شما کتاب مقدس بفرستیم، یا اینکه دوست دارید کتاب مقدس رو دریافت بکنید از طریق ایمیل به صورت الکترونیکی، شما میتونید برای ما پیام بفرستید یا اینکه ایمیل بفرستید و ما حتما در اسرع وقت برای شما نسخه الکترونیکی کتاب مقدس رو ارسال میکنیم. سری به وبسایت ما بزنید sat7pars.com و شما عزیزان میتونید کتاب مقدس رو فقط با یک کلیت دانلود بکنید به صورت رایگان و روی موبایلتون، روی آیپدتون و یا روی کامپیوترتون از اون استفاده بکنید. ترجمه‌ای که من در برنامه قاصدک از اون استفاده می‌کنم مژده برای عصر جدید هستش، اما شما دوستان عزیز میتونید از ترجمه‌های دیگه کتاب مقدس هم استفاده بکنید. میریم موزیک ویدیو بعدی رو می‌بینیم، برمیگردیم با شما دوستان عزیزم هستیم، جایی نرید. محبت خداوند ریخته در اردوی ما، از حضور خداوند شاد شده دلهای ما. ما هم شاد و خندانیم، با هم سرود میخوانیم، با محبت عیسی همدیگر را دوست داریم. محبت 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 خدا جمع شویم با محبت عیسی، خدا را به سرائیم. دست ها را برافرازیم در حضور خداوند، گوییم با هم یک صدا دوست داریم مسیحا. محبت 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 خدا تنها شو
محبت خداوند ریخته در اردوی ما، یهوه خدای ما میخرامد بین ما. حضور او آشکار است به روی خیمه ما، همه خوانیم یک صدا جلالت باد مسیحا. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. محبت 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 خدا تنها شعار ما، فرزندان خدا. بله، محبت تنها شعار ما، فرزندان خدا. البته محبتی که جامعه عمل بپوشه. امیدوارم که از این موزیک ویدیو زیبا با صدای قشنگمون برادر، صدای قشنگ برادر عزیزم، من امروز پر از اشتباهم، بعد عذرخواهی بکنم از شما دوستان عزیز، برادر عزیزمون ژیلبرت و داریوش. امیدوارم که اگر همچنان برای ژیلبرت دعا میکنید، برای بهبودی اون و اینکه بتونه زودتر شروع به کار بکنه، بتونه بیشتر از خونه بیرون بره، دعا بکنید تا اینکه خیلی سریعتر بهبودی پیدا بکنه، به خاطر اینکه همچنان در خونه هست و من فکر میکنم که روزهای خیلی سختی رو داره، به خاطر اینکه خیلی سخت میتونه بیرون بره. و امیدوارم که همچنان برای برادر عزیزمون ژیلبرت دعا بکنید، برای اون و خانوادهش که پشتیبانی میکنن اون رو و در این روزهای سخت در کنارش هستن. این شعر کوتاهی که میخوام براتون بخونم از مرتضی بختیاری همدانیه که میگه اگر یک بار دیگر من زمانی نهم پای اندر این دنیای فانی، بجویم راه علم و عشق و تقوا در آن ایام پاک نوجوانی. بله، در آن ایام پاک نوجوانی. خیلی وقتا به ما میگن که برای خدمت کردن سنت پایینه، برای ما میگن که بابا این هزار تا کار باید انجام بدی، حالا بزرگ که شدی، یه خورده پول دارتر که شدی، یه خورده از نظر مالی که وضعت بهتر شد، خودت تونستی پول در بیاری، کمک بکن به سازمان‌های مختلف، از وقت بزن بشین درستو بخون، اصلا الان نباید این کار رو انجام بدی. من مطمئنم که متیو و دوستانش میتونن توی آخر هفتهشون، دو روزهای تعطیلی آخر هفتهشون یا توی اوقات فراغتشون هزار تا کار دیگه انجام بدن، بازی بکنن، برن بیرون، کلاس‌های متفرقه برن، ورزش بکنن. اما اینکه انتخاب میکنن از این اوقات فراغتشون بگذرن و کمک بکنن به دیگران، از اون پولی که دارن بگذرن کمک بکنن به دیگران، این خودش قدم بسیار بسیار بزرگیه. کتاب مقدس، آیاتی که من داشتم میخوندم، به ما خیلی صریح داره در جامعه میگه که آفریننده خود رو در روزهای جوانیت به یاد آور، پیش از آنکه روزها و سالهای سخت برسند، و بگوی من دیگر از زندگی لذت نمیبرم. آفریننده خود را به یاد آور قبل از آنکه آفتاب و ماه و ستارگان دیگر بر زندگی تو ندرخشند و ابرهای تیره آسمان زندگیت را تاریک کنند. دست‌هایت که از تو محافظت می‌کنند بلرزند و پاهایت سست گردند، دندان‌هایت بیفتند و دیگر نتوانی غذا بخوری، چشمانت کم نور و گوش‌هایت سنگین شوند و نتوانند سر و صدای کوچه و آواز آسیاب و نوای موسیقی را بشنوند، اما صدای پرندگان از خواب بیدارت کند، از بلندی بترسی و با هراس راه بروی، موهای سرت سفید شوند، نیرویت از بین برود و اشتهایت را از دست بدهی. قبل از اینکه خیلی خیلی پیر بشیم و نتونیم دیگه کاری انجام بدیم برای خداوند، در روزهای جوانیمون کتاب مقدس میگه بیستیم، برای اون قدم برداریم. دوستان عزیز اتاق فرمان به من خبر دادن که عزیزی از ایران با ما تماس گرفت و $100 به saveadrink.org و این سازمانی که متیو براش زحمت میکشه کمک کردن، و امیدوارم که شما عزیزانی که برنامه امشب رو میبینید هم سریع به وبسایت بزنید و تا اونجایی که میتونید حتما کمک بکنید. تا به حال ما از پشت صحنه قاصدک میشنویم که $300 کمک کردن عزیزان به این سازمان برای آب آشامیدنی سالم در شهرها و روستاهای آفریقا. دوستان
اگر که بخوایم فکر بکنیم به ارزش این کمک‌ها، میتونیم بگیم که هر یک دلار، در واقع هر یک دلاری که شما کمک بکنید به این سازمان، میتونه آب آشامیدنی سالم برای یک نفر رو فراهم بکنه در کل یک سال، یعنی 365 روز. یک دلار برای یک سال تمام برای یک نفر در آفریقا، این چیز خیلی کمی نیست. امیدوارم که بتونیم تا اونجایی که در توانمون هست کمک بکنیم. اگر نمیتونید، توانه کمک مالی ندارید عزیزان، میتونیم دعا بکنیم برای عزیزانی که زحمت میکشن برای این سازمان، و همچنین برای عزیزانی که در خود آفریقا دارن خدمت میکنن، برای اون شهرها و روستاها، برای مردمانش، برای زندگیشون دعا بکنیم، و باشه که با دعاهامون پشتیبانی بکنیم سازمانها و خدمتهای بزرگشون رو. دوستان عزیز، باشه که بعد از برنامه امشب در روزهایی که قبل از ایام نوروز هم هست بگردیم در دور اطرافمون، افرادی رو که کمک نیاز دارن رو ببینیم، چشمامون رو باز بکنیم، فراتر از نیازهای خودمون رو ببینیم و بیایم فکر بکنیم ببینیم چطور میتونیم به دیگران کمک بکنیم. دوستان عزیز، خواهش میکنم اگر که همچنان دارین سعی میکنید که کمک بکنید به سازمانی که امروز در موردش صحبت کردیم، حتما برید به saveadrink.org و روی joint team کلیک بکنید و بعد روی rock at UPC کلیک بکنید دوباره، و شما میتونید اون مبلغی رو که دوست دارید تقدیم بکنید، کمک مالی بکنید به این سازمان. حالا که توی اینترنت هستین، سریع هم به setupandparts.com بزنید، و اگر مایل هستین درخواست دعاتون رو برای ما بفرستین. اگر که دوست داشتین میتونین سوالاتتون رو برای ما ارسال بکنین. شما عزیزانی که احساس میکنید نیازهای دیگه هم هست که بهشون فکر بکنیم کمک بکنیم، میتونید با قاصدک تماس بگیرید، خودتون رو معرفی بکنید، سازمانی که شما برای زحمت میکشین، و ما خیلی مشتاق هستیم که از شما بشنویم و بتونیم در مورد خدمتهای شما هم بدونیم، صحبت بکنیم و پشتیبان شما عزیزان باشیم. امیدوارم که از برنامه امشب قاصدک لذت برده باشین. در این دقیقه پایانی جا داره که گوشزد بکنم، نه فقط به آقایون عزیز بلکه به خانوما تبریک بگم روز جهانی زن رو که فرداست، و در حقیقت در گذشته روزی بود که زنان کارگر، زنانی که در دنیا کار میکردن رو بزرگداشتی بود این روز براشون و برگزار میکردن، ازشون تشکر میکردن، اما کم کم تا به امروز روز 8 مارس روز جهانی زن نامگذاری شده، روزیه که زنان و حضور اونها، وجود اونها در جامعه، در زندگی رو جشن میگیریم. بزرگداشت هست این روز، و امیدوارم که فردا بتونین یادتون نره و تشکر بکنین از خانوما به خاطر همه زحماتی که میکشن، حتی با یک شاخه گل. از پدر و مادرامون، بیشتر از مادرامون فردا تشکر بکنین به خاطر زنان قوی که هستن. مرسی از یکایی که شما عزیزانی که تا به این ساعت از شب بیننده قاصدک بودید. هفته آینده 9 شب به وقت ایران باز هم با شما دوستان عزیز هستیم. در طول هفته شما میتونید از طریق SMS، از طریق فیسبوک، از طریق تلفن، تماس‌های تلفنی با ما همچنان در تماس باشید و اجازه بدید که از نظرات، پیشنهادات شما دوستان خوبم استفاده بکنیم. دوستتون دارم هر کجای دنیا که هستین، و امیدوارم که ما رو فراموش نکنید در طول هفته. همچنین saveadrink.org حتما به این وبسایت سر بزنید. دوستان عزیزی که دوست دارید برنامه تکرار برنامه امشب رو ببینید، شما میتونید برنامه قاصدک و تکرار اون رو روی فیسبوک تماشا کنید. خدا نگهدارتون عزیزان.